شورای آتلانتیک امروز میزبان نشستی تحت عنوان زمینه‌سازی پیوند مردم ایران و مردم آمریکا بود. باربارا اسلیون، مدیر پروژه ایران در این شورا، به عنوان هماهنگ کننده این نشست گفت که بهترین نمونه تبادلات مردمی نوع فرهنگی دانشگاهی و ورزشی آن است که در نهایت برای دو کشور منافعی به همراه دارد. در این نشست علاوه بر رئیس پیشین دانشگاه یوتا، سه آمریکایی ایرانی تبار درباره فواید این پیوندهای مردمی سخنرانی کردند. گزارشی ببینید از فرهاد پولادی. استن آلبرخت، رئیس پیشین دانشگاه ایالتی یوتا، در این نشست گفت که بیش از 12,000 دانشجوی ایرانی تبار در آمریکا، 3/4 آنها در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا و عمده آنها در رشته علوم پایه و مهندسی تحصیل می‌کنند و وجود آنها به سیستم آموزش تحصیلات عالی آمریکا کمک شایانی می‌کند. به عنوان مثال و یادداشت تفاهم بین دانشگاهش و دانشگاه ارومیه با موضوع مطالعه درباره دریاچه ارومیه که از نظر زیستی و اقلیمی به مانند دریاچه سالت لیک در ایالت یوتاس اشاره کرد و گفت که این هم منجر به امضای یادداشت تفاهم بین دو نهاد علمی شد. اساتید ایرانی که متوجه وجود شباهت‌های بین دو دریاچه شدند با برخی از اعضای هیئت علمی ما ارتباط برقرار کرده و پس از چند ماه به یادداشت تفاهم منجر شد. در چارچوب این تفاهم نامه تبادل محققین، دانشجویان و اساتید صورت گرفت و بالاخره منجر به ایجاد برنامه مشترک بین دو دانشگاه شد. دکتر کامیار علایی به بخش فارسی صدا آمریکا گفت که بر این باور است که رفع موانع مانند کوتاه کردن بوروکراسی اداری، اطلاع رسانی از همکاری‌های کنونی بین دانشگاه و اساتید ایران و آمریکا و دانستن زبان انگلیسی علمی و روزمره می‌تواند به تبادلات علمی و دانشجویی بین ایران و آمریکا کمک شایانی کند. او پیشنهاد داد که برای هموارتر کردن مسیر پیوند بین دانشگاه و هیئت‌های علمی ایران و آمریکا، باید بین مقامات وزارتخانه‌های مربوطه و نهاد ریاست جمهوری در ایران هماهنگی بیشتری صورت گیرد. به نظر من راه‌هایی که میشه انجام داد اینه که با توجه به اینکه سیاست تبادلات علمی هست، باید وزارتخانه‌ها مثل وزارت بهداشت و وزارت آموزش عالی بیان فعال‌تر باشن. یک نهادی هست به عنوان معاونت ریاست جمهوری در زمینه پژوهش، باید بیشتر فعال باشن که کمک کنن ببینن چه موانعی وجود داره، دانشگاه ها رو دعوت کنن، باشون صحبت کنن، اونایی که رفتن به آمریکا و برگشتن چه مسائل و مشکلاتی بوده و اینطوری بتونن تشویق ایجاد کنن برای خیلی از اساتیدی که در ایران هستن که از این فرصت استفاده کنن. در این نشست بهمن بختیاری، مدیر انجمن جامعه مدنی، با اشاره به فواید دیپلماسی ورزشی بین دو کشور، مثلا برگزاری مسابقات کشتی که از محبوبیت ویژه‌ای در ایران و آمریکا برخوردار است، گفت که این نوع رویکرد هم ارزان است و هم پوشش رسانه‌ای فراوانی دریافت می‌کند. مسئله دیپلماسی ورزشی کم کم بین مقامات دو کشور جا افتاده است. من خوشبین هستم زیرا که مقامات دو کشور به اهمیت این نوع دیپلماسی اذعان دارند. حتی امروز در مناظره نامزدان ریاست جمهوری ایران، یکی از آنها دیپلماسی ورزشی را به عنوان ابزاری مثبت نام برد. کشتیگیران آمریکا در آخرین حضورشان در بهمن ماه گذشته در ایران مورد تشویق بی‌نظیر ایرانیان قرار گرفتند. ایران و آمریکا حدود 4 دهه است که روابط دیپلماتیک ندارد. فرهاد پولادی، صدا آمریکا.